سلام دوستان، خیلی وقت بود که نتونسته بودم بگم سلام دوستان، به دلیل اینکه اگر اون آی جی تی وی من رو دیده باشید میدونید که فک من فلج شده بود و تکلمم رو تقریبا از دست داده بودم. اگر درمان نمیشدم که خودم مطلع نبودم از این موضوع، تا آخر عمر فلج میماندم به دلیل قصور بزرگی پزشکی که من این افراد رو که این کار رو با من کردن و با مردمی که من در این سازمان هایی که می روم می بینم، اینها پزشک نیستن دوستان. از نظر من هر کسی که مدرک داشت لزوما صلاحیت نداره، هرچند وقتی که به این سازمان ها مراجعه می فرمایید و کمیسیون تشکیل میشه، از نظر اونها هر کسی که مدرک داشت صلاحیت هم داره. دو تا اتفاق برای من افتاد دوستان، یک اتفاق خوب و یک اتفاق بد. خب خیلی ناراحت شدند سازمان هایی که مسئول قصور پزشکی و این چیزها هستند، ولی اول اتفاق خوب رو بذارید بگم. به خاطر همین آی جی تی وی من که خیلی ها رو ناراحت کرد، افراد بزرگواری مثل دکتر مسعود فاضل عزیز اهل قلم، آقای محترم محمد کاظم بیات مستندساز، همکاران عزیز و شما مردم محترم و بزرگواری که نمیشناسمتون و کامنتاتون هست، با بیمارستان اینی هانوفر آلمان تماس حاصل کردید به خاطر من و که من رو درمان بکنند و دکتر متخصص بزرگوار، قبل از بزرگوار انسان، کسی که قسم پزشکی خورده، وجدان پزشکی داره، دکتر علیرضا امیر سیف الدینی، رئیس بخش CMD بیمارستان اینی هانوفر آلمان، ایشون پذیرفتند از آلمان من رو درمان بکنن. با پروفسور سمیعی مشورت میکردند، با پروفسورهای آلمانی و ایرانی که در اونجا بودند مدام در مورد اینکه این ریسک رو بپذیرند و من رو درمان بکنند، و تیم خوبشون در ایران، یعنی اونها تصویری و مدام همه چیز من رو کنترل میکردند، اینکه وزن من چقدر، چقدر ویتامین در بدن من هست، چه اتفاقاتی برای من افتاده، چگونه ممکن اشتباه، چقدر اشتباه ممکن انجام شده باشه که به این صورت در اومده فک، و همه اینها رو در نظر می گرفتن. و تیم خوبشون مثل دکتر محمد پاکدل، خانم افروز بادی پیما، زحماتی که خانم رزاقی کشیدن و همه تیمشون من رو درمان کردند. دوستان من همه عمر فلج ماندم رو من نمیگم، ببینیم که آخر ماجرا دکتر سیف الدین چی گفتن. این مقدار آمادگی به خاطر ظرافت ایشون وجود داشت، وجود داشت و فک کلاً چکیده بود. ما بعد دیسک جانی انداختیم، یک، دوم عضلات رو به حرکت در می آوردیم، سوم تقارن حفظ می‌کردیم، و چهارم نذاریم عضله تحلیل بره، چون اگر عضله تحلیل می‌رفت دائمی بودیم از تو صورت می‌شد. خیلی جبران سخت بود متوجه، یعنی ما خیلی آرام سعی کردیم هیچی نه به شما اطلاع بدیم، ایشون خیلی آرام بود، چون شوخ طبیعی صورت ایشون بود دیگه. ولی خوشبختانه حالا اینا همه میگم مقدرات الهی که خداوند می‌خواست که دختر بسیار نازنین شما عرصه هنر برگرده، به شاید طبیعی برگرده، و اینا ما قول دادیم که این کارو می‌کنیم و خداوند هم گفتن بهشون ما رو سفید کرد می‌کنه. اتفاق دوم این که سازمانی که مربوط به رسیدگی به قصور پزشکی ناراحت شدند از این پست، مصاحبه کردند که خانم جوزانی برای فلج شدن فکشون هیچ شکایتی انجام ندادند. ما شکایت انجام دادیم، بعد میفرستنمون میدونید دیگه به سازمانهای دیگری که مثلا کمیسیون تشکیل میشه، مثلا که نه کمیسیون تشکیل میشه که تشخیص بدن، شما رو بفرستن پیش پزشک دیگری، نامه بده و تشخیص بدن، بنویسن نامه خودشون و و و. پنج بار تا حالا من رو بردند و آوردند که معمولا باید دو بار ببرند، و این که به من گفتن که خیلی جالب بود، همشون در این کمیسیون ها این پزشک صلاحیت داشته، روشی که
تشخیص داده تشخیصش درست بوده، روشی هم که به کار برده درست بوده، اما حالا در این تزریقی که اتفاق افتاده شما فلج شدین. بعد این یا دائمی است یا موقت، که دائمی یک دیه و چیزی دارد و موقت یک دیه دیگری. شما هیچ احتیاجی به درمان ندارید. به چه حقی به من میگید هیچ احتیاجی به درمان ندارید؟ و بفرمایید خونه و استراحت کنید که یا دائمی است یا موقت. ببخشید، بعد نبایدم خشمگین بشید دوستان. شکایت بکنید ولی خشمگین نشید، اما التماس هم نکنید. مرد کارگری اونجا بود دوستان. این مرد کارگر بیش از حد کار کرده بود، بیشتر از اونچه که باید. تمام دست های این مرد پینه بسته بود که فرزندش رو که دچار مریضی شده به پزشکی ببره که پزشک خوبیه و بچهش رو درمان کنه. این بچه رو زدن ناقصش کردن. صدای التماس این مرد بزرگوار نباید از اتاق اونها بیاد بیرون. شما خدمتگزار مردم هستید. خیلی وقت فراموش کردید، مردم خدمتگزار شما نیستند دوستان. باید اونها تک تک بلند میشدن، تعظیم میکردن جلوی این مرد بزرگوار. متاسفم، روند درمان من رو یه مقدار در موردش از دکتر پاکدل هم بشنویم. فیزیوتراپیست محمد مهر پاکدل هستم. در ابتدا لازمه که خوشحالی خودم رو از اینکه خانم جعفری جوزانی سلامتیش به صورت کامل به دست آوردن اعلام کنم. ابتدا که خانم جعفری جوزانی به ما مراجعه کردن از طریق دکتر علیرضا امیرسیف‌الدینی، ایشون خب دچار فلجی کامل یک طرفه عضلات صورت و عدم تقارن توی صورتشون بودن که ما در ابتدا با توجه به وضعیتشون براشون از جریان های IDC و فارادیک برای برگشت عضلاتشون استفاده کردیم. در ادامه با کمک تکنیک های دستی شامل نوروماسکولار تکنیک و تکنیک های PNF کمک کردیم به اینکه عضلاتشون سریعتر برگرده و تقارن به صورت کامل به صورتشون برگرده که خدا رو شکر موفق شدیم در زمانی کوتاه به این امر نائل بشیم. خب دوستان، شکایت بکنید اما آرامشتون رو حفظ بکنید که حقتونه. و اینکه افرادی مثل دکتر سیف‌الدینی که خودشون مخترع یک سری گارد هستن برای فک‌هایی که دچار اتفاقاتی مثل من یا اتفاقات دور از جون بدتری شدن و این گارد رو کاملا توضیح میدادن به خانم بادی پیما که چگونه قالب دهن من رو چجوری بگیرن و از آلمان برای من درست کردن فرستادن، همه اینها رایگان. و ایشون گفتن لبخند شما و اینکه حال شما خوب شده پول منه. افرادی مثل ایشون، مثل پروفسور سمیعی، مثل دکتر حسین بهنیا، مثل آقای دکتر پاکدل، خانم بادی پیما، این افراد آدم رو به جامعه پزشکی دوباره امیدوار میکنن و آدم دوست داره که بهشون مراجعه کنه و افراد بی‌صلاحیتی مثل اون فرد و متاسفانه افراد دیگری که هستن خب یه مقدار آدم رو بی‌اعتماد میکنن. ولی خوشبختانه جریان این کجا و آن کجاست، این گونه پزشکان رو هم ما داریم. از همشون ممنونم. بقیهش رو تماشا بکنید. فقط همینطور، فقط بسنده نگه میدونم رو بریزید. همینطور ثابت همینطوری نگه. آقای دکتر نگاه کنی خوب الان؟ پرفکت پرفکت خیلی خوبه. از جلو بگیم دوباره مهتاب زادیه جلو بگیم. ببین سنجان، این گارد در این حال علاوه بر این که این درمان داره، این گارد متعاقبه که شما آرامش کرده. خب شما بذار بخواهید چه اتفاق، یعنی اون دردی که قبلش اصلا به خاطر این شما مراجعه کرد به خاطر بوتاکس اشتباه اصلا بوتاکس نمیخواست این داستان، این گارد ما طوری تنظیمه گارد فانکشنال خاصه که شما رو آرام میکنه، دیسک دوباره سر جاش نگه میداره. من یک ماه دیگه دوباره برمیگردم دوباره شما رو کنترل، فقط برای کنترل گارده.
من فقط خواستم این مژده رو به شما بدم که بگم آقا تمام شد، همه داستان تمام شد، کابوس بود، ایشون کاملا به حالت عادی برگشتن، حتی من تنش مایچری سمت راستشون رو کنترل میکنم. من برای خودشم توضیح دادم. ببینید ما سه تا مشکل بزرگ داشتیم. یکی اینکه مفصل فکی سمت راستشون به سمت راست چرخیده و دیسکی به سمت چپ داده بود که من با گارد بسیار خوب کنترل کردم. حرکت رو برگردوندیم با فیزیوتراپی، مانوتراپی موثری که انجام دادیم.